گوگوش هم در مراسمی که در لس آنجلس برگزار شد و برای پیروزی مبارزان ایران در داخل ایران که دارن برای انقلاب نوین تلاش میکنند و نتایج خوبی هم رسیدند، گوگوش هم در بین مردم ظاهر شد، در تظاهرات شرکت کرد، صحبت کرد و در پایان هم پیامی به جوانان و کسانی که در ایران در خط اول مبارزه هستند صحبتهایی کرد که براتون میذارم صحبتاشو گوش کنید و بسیار حرکت خوبی انجام داد. گوگوش با اینکه هنرمند خوبی است، مردم اونو دوست دارن، خصوصا بانوان به گوگوش علاقمند هستند، حدود 4 نسل هست که گوگوش رو طرفدارش هستند و صداش رو دوست دارند، مشخص هست که هنوز دوستش دارن. اون هم پیام خودش رو به جوانها داد، به مردم داد، به همه مبارزان نوید داد که به زودی ایران آزاد میشه. گوگوش به دلیل اینکه سالها در ایران در حصار بود و نتونست صداش رو به مردم فارسی زبان و ایران برسونه، اما بعد از مهاجرت به امریکا و آمدن در اینجا حسابی در کنسرت هایی که میگذاره برای مردمش میخونه و مردم هم استقبال میکنن. هر جا که در اروپا، امریکا، جاهای مختلف جهان برنامه میذاره، کنسرت میذاره، مردم میرند و میبینند. حالا به صحبتهای خانم گوگوش، هنرپیشه و خواننده مردمی گوش کنید. کسی از راه دور همسنگرت نیست، ولی میتونه دلسوز تو باشه. من اینجام، ما اینجایم تا بگیم هستیم هنوزم، ما اینجایم که بگیم هستیم کنارت تا اون روزی که ایرانت رهاشه. تسلیت میگم به تمام خانواده هایی که در این 2 هفته اخیر عزیزی را از دست دادن، از مهسا امینی، حدیث نجفی تا سیاوش محمودی. میخوام اینجا در کنار شما به بچه های ایران، به نسلی که شهامتش ایران رو نجات میده، که دنیا بالاخره صدای فریاد و اعتراض شما رو شنید. بدونید که در این حرکت تاریخی تنها نیستی. میبالیم به وجود تک تک شما و به وسعت همین همبستگی سوگند، ایران به دست بچه های خودش آزاد میشه. زن، زندگی، آزادی. زن، زندگی، آزادی. Thank you to Gurush. At this time, you know, I have always leaned into music to heal one's soul and sometimes to speak when words. من اینجا هستم که جوانای توی مملکتم که توی خیابونا دارن خواسته هاشون رو فریاد میزنن، بهشون بگم که ما با این که ازشون دوریم ولی پشتشون هستیم و حمایت میکنیم. هر آنچه که میخوان، اونا آزادی میخوان، اونا زندگی میخوان که 40 سال، 43 سال این آزادی و این استقلال و زندگی رو ازشون گرفتن و من وظیفه خودم دونستم که
در این راهپیمایی شرکت کنم و بهشون بگم تنها نیستن، کوتاه نیان، بیان تو خیابون. کسانی که هنوز توی خونه ها نشستن و دارن از دور نظارگرن، بیان و کمک کنن و پشت این جوانا باشن، پشت این زنا باشن، پشت این دخترا باشن. اینا هستن که دارن تلاش میکنن اون زندگی ازشون گرفته شده رو پس بگیرن. صحبت‌های بسیار دلنشینی کرد و از مردم خواست که همه مردم پشت جوانان باشند، پدر مادرها نشینند در خونه، بیایند به خیابون و کسانی که برای آزادی، برای پس گرفتن ایران از دست مغولان، آخوندهای مغول صفت، بیایند کنارشون باشند، اونها رو حمایت کنند، دلگرمی بدهند تا به پیروزی برسند و زندگی خوبی در آینده داشته باشند. بسیار حرف درستی است. مردم ایران و جوانان ایران 43 ساله که اصلا زندگی نمی کنند. به خاطر این اوایل که مردم برای اینکه خمینی رو بر سلطنت بشونن این همه کشته دادند، این همه آمدند و اون رو ساپورت کردند. جنگ شد، چندین میلیون در جنگ کشته شد، خرابی به بار آورد و بعدش هم که همش گرفتاری، همش اعدام، همش شلوغی، همش اعتراض و مردم زندگی خوبی نداشتند. و این جوانان دهه 80 و 90 که میبینید با شجاعت وارد میدان شدند و به پیروزی هم خواهند رسید، باید پدرها، مادرها و مردمی که در سال 57 کم لطفی کردند و ایران رو به این روز نشاندند حداقل به خیابانها بیایند و حمایت کنند تا بشود به پیروزی رسید. با امید پیروزی انقلاب نوین ایران. تا برنامه دیگر، بدرود.